چنانت بکوبم به گرد گران. الو هلو، هاو آر یو؟ آی وانت تو اسپیک تو وایت هاوس مستر پرزیدنت یونایتد استیت. ان ایرا شما مبارک. آر یو ریدی؟ هو هلو مستر پرزیدنت، هاو آر یو؟ ان ایرا شما مبارک. اینه که یه بار گفتی پس فارسی بلدی، پس عید میدونی چیه. ان ایرا شما مبارک. اوکی مستر پرزیدنت، خیلی خوشحالم که شما رو اینجا دارم پای خط خودم و میخوام چند تا سوال خیلی استراتژیک ازت بپرسم. ان ایرا شما مبارک. بابا جان نوروز رو یه بار تبریک میگن، عید رو یه بار تبریک میگن، بسه دیگه. خب اولین سوال اینه که آقای پرزیدنت باراک اوباما، میشه شما لطفا بگین که این داستان گزینه های روی میز و زیر میز و بالای میز و اینا بالاخره به کجا رسید؟ چند وقت پیش شما گفته بودین که حکومت اسلامی یه سال وقت داره که بمب اتم بگیره. 6 سال پیش هم یه وزیر خارجه گفته بود یه سال وقت داره بمب اتم برسه. بالاخره داستان چیه؟ تا کی یعنی میخواین زیر پتو دکتر بازی و خاله بازی و مذاکره با حکومت اسلامی؟ ان ایرا شما مبارک. ببین باراک، من سوالای مشخص دارم میکنم، اگه میخوای جواب ندی یه حرف دیگه است، ولی خواهشن دیگه سوزنت گیر نکنه. هی عیدت مبارک، عیدت مبارک، یعنی چی؟ جواب بده. حالا به هر حال اگه اون سوالم نمیخوای جواب بدی یه سوال دیگه بپرسم. با توجه به نقش چین در آینده دنیا، بالاخره این چینیا توی آسیا کجای مشباقرن؟ سرشن، تشن، وسطشن، اینا؟ خواستم ببینم نظر تو چیه. ایرا شما مبارک. خب ظاهرن مثل که این سوالم نمیخوای جواب بدی، ای سوزنت گیر کرده. سوال بعدی اینه که این داستان تو با رهبر عقیدتی به کجا رسید؟ ان ایرا شما مبارک. تو اصلا میدونی رهبر عقیدتی چیه؟ ان ایرا شما مبارک. آها، دست هونگ. ان ایرا شما مبارک. دست بیل. ان ایرا شما مبارک. دست خر. ان ایرا شما مبارک. الو 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 What? انسری ماشین؟ اکه هی، حیف وقت، حیف پول. حالا یه شماره دیگه بگیرم تا این اوباما کف کنه، فکر کرده که میتونه منو دور بدنه. بله. هلو؟ ببخشید میخواستم با آقای مسعود رجوی، مسئول و همه کاره خالق کل دنیا و هستی صحبت کنم. آیا ایشون هستن؟ بله بله، به به، سلام آقای مسعود رجوی، خواستم ضمن تبریک عید از شما یه چند تا سوال بکنم اگه وقت داریم. چی؟ الو؟ صدا قطع و وصل میشه. کجایی تو؟ اینقدر تکون نخو مارمولک تا صدا قطع و وصل نشه، بذار سوالاتمو بکنم. سوال اول اینه که بالاخره تو میخوای ظهور کنی یا نه؟ تو هم بسیار خطرناکه. بالاخره این آدما از عراق میخوای خارجشون کنی، دست برداری از سرشون یا نه؟ هم بسیار خطرناکه. بالاخره این که تکلیفت با کل هستی و دنیا و حکومت اسلامی و اینا، بالاخره میخوای یه کار درستایی بکنی و خلاص همه رو از شرمون خلاص کنی یا نه؟ هم بسیار خطرناکه. صدا قطع و وصل میشه. چی؟ وقت نداری؟ کار داری؟ نت نداری؟ چی؟ پیام نوروزی؟ پیام نوروزی تو رو من بدم؟ آخه مارمولک، کی دیده دنیا؟ من صدام اصلا با صدای تو جور در نمیاد، اگه بخوام پیام تو نوروزی تو رو بدم یه جور دیگه در میاد. اشکالی نداره؟ چی؟ خطرناکه؟ خب به درک. با هم بسیار خطرناکه. الو، حل من ممانن در عراق، هل من برگردن به اشرف، هل من ناصرن اشکوله ها. سلام بر مریم، سلام بر مجاهد، درود بر شورایی، زنده باد هوادار.
آهای اهالی کره زمین، امروز من میخواهم به شما یک پیام نوروزی 1392 را بدهم. ای خشتی بده برادر، نیمه بده برادر. این پیام بر چند بخش است. بخش اول: بسم الله الرحمن الرحیم، حول حال الابصار الاول والابصار الدوم والابصار سبل حال حال احسن الحال احسن الحال حال حال حال. خب مرشد، حالا پاشه دوری بزن بریم چی گیرمون میاد، تا بعد من بقیه پیام رو ادامه بدم. چراغ اول روشن کنیم، چراغ دوم رو روشن کنیم، هر کی چراغای ما رو روشن کنه الهی چراغ دلش روشن باشه. حق جلبت بده پسر، حق عمرت بده، نوکرت هم جمال تو عشقه. چراغ اول روشن کنیم، چراغ دوم رو روشن کنیم، هر کی چراغای ما رو روشن کنه الهی چراغ دلش روشن باشه. حق جلبت بده پسر، حق عمرت بده، نوکرت هم جمال تو عشقه. خب قبل از ادامه پیام من باید بگویم که چون من خیلی رهبر خفنی هستم و در غیبت هستم، به همه بچه ها گفتم که از فیلم های آرشیو استفاده کنن. به همین خاطر برای این که من را دوباره ببینید فعلا باید سماق بمکید. و اما قسمت اول پیام، خطاب به اون ولی فقیه نامرد است که 33 سال است، سوار کار است. ای ولی فقیه نامرد، آیا تو خسته نشده ای؟ آیا نمی بینی که ما چگونه 33 سال است می دویم؟ آیا نمی خواهی به ما رحمی کنی و پیاده شوی تا ما سوار شویم؟ بابا یک مقدار انصاف داشته باش، آخر تا کی؟ جان مادرت بیا و جام زهر را نوش جان کن و کوفت کن و بخور و بگذار ما هم به زندگی و قدرت و کارمان برسیم. مرشد، چراغ اول روشن کنیم، چراغ دوم رو روشن کنیم، هر کی چراغای ما رو روشن کنه الهی چراغ دلش روشن باشه. حق جلبت بده پسر، حق عمرت بده، نوکرت هم جمال تو عشقه. خب قسمت بعدی پیام، خطاب آمریکای نازنین، آمریکای عزیز، آمریکای قدرتمند، آمریکای روشنفکر، آمریکای انقلابی است. ای آمریکای نازنین، ای باقلوا، ای هلو، ای شافتلو، تو که انقدر زور داری، تو که انقدر جوان مردی، بیا و مردانگی کن، زورت را به کار بگیر و دست و پای این ولی فقیه نامرد را محکم بچسب تا من جام زهر را به حلقش بریزم و بعد همگی حالش را ببریم. خب این هم خطاب آمریکا. قسمت آخر پیام، خطاب مریم است که الهی قربونش برم، که الهی قربونم بره. مریم جان، خودت میدانی که چقدر دلم برایت تنگ شده، ولی خب باید هنوز هم صبر کنی. موضوعی که میخواهم بگویم راجب این وزارت اطلاعات نامرد است که خیلی نامرد است، بعضا از پشت میآید، از پهلو، از چپ، خلاصه با انواع راه ها این وزارت اطلاعات نامرد وارد میشود. تو و بقیه بر و بچ باید حواستان جمع باشد که خلاصه قاطی نکنید. الان من لیستش را به تو میگویم که مواظب خود کارهایتان باشید. بجز خودم و خودت و شورایی ها و هواداران، بجز همین ها، بقیه 8 میلیارد آدم های روی زمین همه ماموران وزارت اطلاعات هستند. آنها هر یعنی هر کس که سوال دارد مأمور است و طبق آیه قرآن که می دانید کجا نوشته شده، همون جایی که خودتان می دانید، اینها یا باید کشته شوند یا از کوه پرت شوند. منتها من چون خیلی با گذشت هستم الان این کارها رو نمیتوانم بکنم، ولی شما آنها رو حتما افشایشان کنید. الان یکی از آنها رو به تو معرفی میکنم تا بدانی که با چه مأمور خفنی مواجه هستین. حساب این یکی را از بقیه خیلی جدا کن. این که مریم خودمه، الهی قربونش برم.
ببخشید اشتباه شد، این یکی هم که خودمم، الهی قربونم خودم برم. آها این یکی خیلی معمول خفنی است، این یکی وقتی که وارد زمین شده البته بدون اجازه ما، اولین سوالش این بوده که اینجا کجاست و به همین خاطر خیلی خطرناک است، مراقبش باشید، حسابی افشایش کنید. خب این هم از پیام نوروزی 1392. دعای آخر پیام را هم برایتان میخوانم و امیدوارم که هر چه زودتر خلاصه برسیم به قدرت. اللهم صل علی یحلن یحلون علی السعید حالنا و حولنا، خلاصه خیلی و السلام علیکم علی تبع الهدهد. جهان از داشتن تو در خود خرسند است، ای ماندنی ترین، ای ماندگار ترین، ای خشن ترین. من به تو دستور میدم به اینا حمله بکن و اینا رو سخت بکش. ای از فرعون تا امروز، این فرعون بدبخت چه بسا بلایی به سر من آورده بود، من رفتم چند سفر میدم از لازی چه خبره. ای آشنا به آیتی و انفرماتیک، اونجا میرن چیزایی که تو موبایلشون هست نامطلوبه بود جمع کردن حک میکنن. ای ناظر بر همه صحنه ها، اون صحنه برای اینا آموزنده است. ای قاطع با همه دشمنان، من نمیدونم چطور آدم ها اینقدر احمق میشن، چطور گردانندگان یه مملکت مدعی قد نفهم میشن. و ای واقف بر حملات ددمنشیانه، اولین حمله ددمناشین منشنای من ددمنشیه. فرخنده میلادت مبارک، چند روز تأخیر میلاد با سعادت بزرگ مرد ایران زمین، آن که فتنه‌گران را هست همیشه در کمین، نماینده آقا هم در یسار هم در یمین، آن که بر عمر او حسرت است کل هم اجمعین، حسرت آیت الله العظما احمد جنتی را به عموم جهانیان تبریک عرض می کنیم. عشق شادی شم و نگاه که واسه این چکه چکه چکه